آن شب و روز خیلی کم شمار بودند نفرانی که مسئولیت وظیفه های راهبری را به دوش بگیرند. باور کنید رفیقا، منصب یگان کس را حاضر در کار نیست. بسیاری ها را توصیه میکنیم حاضر راضی نمیشوند نمیروند به شهر دوشنبه. شما باور دارید؟ بسیاری ها انتظار آن هستند که حیات ریاست شورای عالی و حکومتی پیدا میشه، تینج آرام میکنند و بعد 3-4 ماه آنها طلبگاری وظیفه میشن. نه رفیقا، این خیلی کادرها باید در حیات ما نباشند. در واقع از آن نفرانی که به منصبهای معاونی سروزیر، پراکرار گنرالی و راهبران وزارت و اداره ها پیشنهاد شدند، 28 کس از وضعیت پرخطر اجتماعی و سیاسی شهر دوشنبه و جمهوری هراس کرده از این وظیفه ها دست کشیدند. چندین سیاستمداران با تجربه دیگر که پیش از امام علی رحمان به وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری پیشنهاد شده بودند، از این مسئولیت گران خود را کنار گرفتند. 21 نوامبر تحت راهبری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مجلس نوبتی اجلاسیه شورای عالی برگزار گردید. وکیلان درباره بازداشتن شکل پرزیدنتی اداره کشور ابراز عقیده نمودند. پیشنهاد کرده شد که ولایت‌های کولاب و قرغان‌تپه متحد کرده شوند. به شبهه مقصد از متحد نمودن این ولایت‌ها پیش از همه هر چه زودتر به جنگ و کشمکش‌های داخلی کشور خاتمه گذاشتند و مردمی هر دو ولایت را به خاطر آبادانی و برقرار نمودن خواجگی های ضرر دیده متحد ساختن بود. این اندیشه برای تمامیت ارضی کشور مهم در رفت اجلاسیه با جانبداری اکثریت نمایندگان پذیرفته شد و این اقدام برای به اعتدال آوردن وضع سیاسی، گرفتن پیش راه جنگ داخلی در ولایت نو تأسیس ختلان نقش مهم بازید. اجلاسیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان را درباره گریزه ها بررسی نموده، برای تکمیل آن کمیسیا تأسیس داد و گزارش اجرا کننده وظیفه دادستان کل جمهوری را درباره راه های خلق سلاح شنیده، مسئله های عوف عموم را محاکمه و رئیسان کمیته و کمیسیاهای شورای عالی را انتخاب نمود. روز یک شنبه 22 نوامبر سال 1992 رئیس شورای عالی امام علی رحمان به ناحیه شهر توس سفر کرده، با فرماندهان سلاح به دست ناحیه های قمسنگیر، پنج و شهر توس و قبادیان ملاقات نمود. از همینجا وطندار همین ملک سرزمین در آنجا وفات کند، در خاک مردم دفن کنند، ننگ آر و ناموس ما در نمی رسد. هزاره هزار مرده است، گریستان های نو پیدا شده، هزار ساله ها بگذرد ملت ما در تنه می کند. هر یک نفره که گذرد میگد این گریستان گریزه های تاجیک است. در یک مزار شریف یک نیم هزار مردم ما مرده است، یک نیم هزار. این ننگ بر ملت ما نیست. تا تینجه امانی نشود، تا فرد آخرین از دیگر دولت ما برنگردانه و مسکن دائمی خود برنگردانه، من خود را آرام استمیدم.